سلام مجدد بیننده خوب نازنین، همونطور که بیننده هستین و در جریان، ما در مورد پرورش، تعلیم و تربیت کودکا و اهمیتش صحبت میکنیم. گفتیم که مهمترین کاری که در زندگی میتونیم بکنیم تربیه سالم کودکای ماست و اگر میخواییم جهان رنگی بهتر بگیره باید کودک خود سالم تربیه کنیم و در مورد پرورش تعلیم و تربیه باید موضوعات ریاد بگیریم. متاسفانه ما چون فکر میکنیم خود ما کودک بودیم و بزرگ شدیم، ما متخصص کودک هستیم. در غیر از اگه تو درست میبود باید تمام انسان ها جامعه شناس میبودن چون در جامعه بزرگ شدن، در حالی که برای جامعه شناسی 4 سال میرن لیسانس میخوانن، 3-4 سال دیگه ماستری، 3-4 سال دیگه دکترا، انوز هم بعضی موضوعاتی است که نمیفهمند. بنانی باور نادرست باید از ذهن خود دور کنیم و هر کدام ما منیس پدر مادر مسئول باید در مورد تعلیم و تربیه کودک خود بفهمیم. والدین گرامی، ما کودک به دو طریق میتونیم که تربیت کنیم یا زمینی رشدش فراهم بسازیم. مثال بر شما بتام، یک موتر در نظر بگیرین. شما یک موتر آخرین مدل ساله به یک نفری بتین که رانندگی بلد نیست و برش بگین که موتر باید انتقال بدی. این آدم چی خواد کرد؟ یک ریسپان بسته خواد کرد در موتر و کش کده میره، هم خودش خسته و زله میشه هم موتر خراب میکنه. والدینی که پروسه تعلیم و تربیه را بلد نیستن مثل می کش کردن موتر میمونه که اولاد خدا آسیب میزنه و خدا آسیب میزنن و همیشه باز گریه و شکایت میکنم، میگم من بر از این اولاد خون دل خوردم اما یه امروز بد شده. قرار نبود مادر گلم خون دل بخوری، قرار بود روش ها را یاد بگیری. مثل نفر دوم که موتر ما برش میتیم و رانندگی بلد است، موتر روشن میکنه، از موتر لذت میبره و به بسیار سادگی به جایی که میخواهیم میرسه. کسی که پروسی تعلیم تربیه را بلد باشه از رشد کودک خود، از بزرگ شدن کودک خود لذت میبره و به هیچ عنوان نمیگه که من از دست از این اولاد خون دل خوردم. و اولادی را که ما درست تربیت دانستیم، او اولاد باز در آینده خوبترین خدمات بر هم بر پدر مادر، هم بر کل اجتماع و بر بشریت انجام میته. بنان بیاییم که باورها را اصلاح بسازیم و از امروز بر از این مهمترین موضوع زندگی ما انرژی و وقت بانیم، کتابی در زمینه بخوانیم و روش ها را یاد بگیریم تا یک پدر مادر آگاه و دانا که هم در این دنیا مسئولیت های خود انجام داده باشیم و هم در اون دنیا همونطور که بر ما وعده شده کسی که اولاد خود گرامی بداره و خوب تربیه کنه آمرزیده میشه، که در اون دنیا ما و شما سربلند باشیم و افتخار کنیم که اولاد خوب تانستیم تربیت کنیم. در غیر از اون، در پالی از این که ما امکان خدمت و محبت بر اولاد خود داریم، متاسفانه امکان جنایت و خیانت هم داریم. شما میفهمین اکثر کودکا بدترین آسیبا را از دست پدر مادر خود خورده و خاطری که پدر مادر بلد نبوده پروسی تعلیم تربیه را. شما میفهمین حتی یک گپ تند پدر مادر میتونه کل زندگی کودک خراب بسازه. ای که لطه کوب شوه یا برخورد بد امرای شوه، خب معلوم دار است که همه چیز به هم میریزه و در آینده یک کودک عقدمند کالی بزرگ سالی شده و دست به هر جرم و جنایت میزنه و اوضاع را برای همگی خراب می سازم. دوست عزیز نازنینم، ما باید 8 سال اول کودکی را زیاد توجه کنیم. شما می فهمین 80% شخصیت کودک در 8 سال اول شکل می گیره و باقی 20% شخصیت می مانه برای کل عمر. اگه 80% خراب ساخته باشه پدر مادر، در آینده خوب شدن و بهتر شدنش کار مشکل است. به می خاطر شما میبینین بعضیا که دچار بعضی مشکلات هستن، اختلالات شخصیتی دارن، هر قدر تداوی میکنن مشکل حل نمیشه، به خاطری که 80% وجود کودک خود ما آسیب زدیم و این خیانت ما با عزیز و دلبند خود انجام دادیم. ما بعضا پدر مادرها را میگم وقتی اولاد نمی داشته باشن زیارت به زیارت میگردن تا این دو پاکستان بر تداوی میرن، ولی حالی که عزیز و دلبند داری نکو امرش بد برخورد. مسئولیت خودت درست انجام بده و درست تربیش کن. دوست عزیز نازنینه، ما 3 تا اصطلاح را به کار بردیم: پرورش، تعلیم و تربیت. چی معنا داره؟ پرورش به معنای مواظبت از یک موجود در حال رشد معنا میده. مثلا یک دانی را به زمین غرس کردین، بر از این آب و آفتاب و کود میرسانین و این رشد میکنه. اینی پرورش است که شما از این مراقبت میکنین که رشد خود داشته باشه. یعنی یکی از مسئولیت های ما است که ما زمینه رشد بر اولاد خود فراهم بسازیم.
که بعدا اشاره خود کردیم که ما کودک خود کمک کنیم که در 7 زمینه باید رشد کنه. یعنی انسان باید در 7 زمینه رشد داشته باشه. پرورش به معنای مواظبت از موجود در حال رشد. تعلیم چی مانا؟ تعلیم به معنای انتقال علم به کودک. اول زمینه رشدش فراهم می‌سازیم که یک رشد فیزیکی خوب داشته باشه. بعدش زمینه سازی می‌کنیم که بتونه علم درست یاد بگیره. و این علم خوشبختانه امروز محیط های آموزشی پدر مادر کمک میکنه، مثل کودکستان ها و مکاتب زمینه ساز میشه که کودک ها علم یاد بگیره. این علم هم در قسمت علوم دینی ما منعیس یک مسلمان بر اولاد خود یاد میتیم، هم علوم ساینسی را زمینه ساز میشیم که اولاد ما یاد بگیره. اگر ما علم بر اولاد انتقال دادیم، یعنی پروسی تعلیم هم انجام دادیم. پروسی سیوم تربیت است. تربیت چی مانا؟ کاشتن اصول اخلاقی و آداب اجتماعی در وجود کودک است. اگر ما کودک خود اصول اخلاقی را یاد دادیم، برای کودک ما فهماندیم که باید راستگوی باشه، برای کودک ما فهماندیم که باید عادل باشه، برای کودک ما فهماندیم که دنبال حق و حقیقت باشه، برای کودک ما فهماندیم که انسان آزاده باشه، یعنی ما پروسه تربیت هم درست انجام دادیم. حالا شما یک کودکی را تصور کنین که هم رشد فیزیکیش خوب بوده، هم علم یاد گرفته و هم اصول اخلاقی را داره. شما هم یک انسان در اجتماع فکر کنین که چقدر مفید واقع میشه. ولی اگه خدای ناخواسته این پروسه خراب باشه، شما میبینین که یک انسان مضر بر اجتماع تقدیم کردیم که مایه رنج خود ما و رنج انسانای دیگه میشه. و خوشبختانه که اگر ما تصمیم بگیریم که این پروسه را یاد بگیریم، به بسیار سادگی یاد گرفته میشه. اصول موجود است، نکاتی موجود است که برای ما کمک میکنه ما بتونیم یک اولاد خوب و سالم داشته باشیم. به این خاطر ما میخواییم برای شما یک خانه که در او ما میتونیم بگیم که در این خانه پرورش، تعلیم و تربیت وجود داره را معرفی کنم. خانه پرورش و تعلیم و تربیت چند تا مشخصه داره. اول، کف از این خانه عشق و محبت و نوازش میباشه. اگر ما ادعا داریم که اولاد خود پرورش و تعلیم و تربیت درست میکنیم، باید در او خانواده اول عشق وجود داشته باشه. این عشق بین کی؟ بین پدر و مادر. کودکی که پدر و مادرش هم دیگر دوست داره رشد سالم می داشته باشه. ولی اگر خدای ناخواسته بین پدر و مادر جنگ و دعوا باشه، کودک آسیب میخوره. محبت وجود داشته باشه بین کی؟ بین تمام اعضای خانواده و حتی با قوم پدر و مادر. در خانواده‌ای که ما ادعا داریم که اونجا پرورش تعلیم تربیت است، نباید با هیچ کس دشمنی باشه. اگر شما با مادر کلان طفل مشکل داشته باشین، با کاکا و عمه و خاله و ماما مشکل داشته باشین، اولاد آسیب زدین، هر کدام از اینا مثل یک عضو روانی کودک است. وقتی شما مثلا در خانه مامای کودک نمیمانین یا بد میگین یا امراش غالمغال دارین، مثل یک عضو کودک قطع کردین. حتی گفته میشه نباید با همسایه ها جنگ و دعوا داشته باشین، که کودک شما این محبت و صمیمیت یاد بگیره. سوم، نوازش باشه. مهمترین عامل رشد در کودک نوازش است. کودک نیاز داره به این نوازش. تحقیقات نشان میده کودکایی که نوازش نمیگیرن مشکلات روانی پیدا میکنن، در آینده پرتوقع میباشن، رابطی خوب برقرار کرده نمیتونن. اگر شما امروز یک انسان را میبینین بسیار پرتوقع و روابط خوب اجتماعی برقرار نمیتونه، علت چیست که در کودکی نوازش درست صورت نگرفته. بنابراین کف از این خانه عشق، محبت و نوازش بود. سقف خانه پرورش تعلیم تربیت چی است؟ سقفش نظم، انضباط و آرامش. اگر ما ادعا داریم که خانه خوب بر اولاد خود جور کردیم، خانه خوب به این معنا نیست که رنگ روغن شده باشه. خانه است که در او اول نظم باشه. نظم چی معنا؟ هر چیز سر جای خودش باشه. خانه که گدودی از همه چیز به هم ریخته است، ذهن کودک هم به هم میریزه. شما حتما کسای دور برتان میشناسین که میگه من تمرکز ندارم، درست درس خوانده نمیتونم. به خاطر یکی از عواملش است که خانه بسیار گدود بوده. نظم در امور، مثلا دسترخوان به یک ترتیب آورده میشه، با بسم الله شروع میشه، با دعا ختم میشه. ایره کودک یاد میگیره. ولی هر کس برای خود یک قاب نان آورده میخوره، بی‌نظم کودک بی‌نظمی را یاد میگیره.